فکر میکنم خیلی بازی سختی بود. قبل از بازی خیلی ها ما رو شاید بازنده میدونستن توی این بازی مقابل ژاپن. ولی اون چیزی که مسلمان نشون دادیم که ما هم ایرانیم و لیاقت این که بقیه تیم‌ها به ما رسپکت کنن رو داریم. و تبریک میگم به همه بچه‌ها، دم غیرتشون گرم، کادر فنی، همه کسایی که امروز واقعا با همه وجودشون تلاش کردن و مردمی که اومدن ما رو ساپورت کردن توی استادیوم. و الان واقعا میگم خیلی خوشحالیم، ولی تا فردا ان شاءالله از فردا باید همه فوکوسمون رو بذاریم روی بازی نیمه نهایی. بله، نیمه دوم مثلا ژاپن خیلی موقعیت نداشت. چی پیش اومد که ببین نیمه اول ما فکر میکنم چند تا موقعیت داشتیم نسبت به ژاپن. ژاپن همون موقعیتی که به گل تبدیل کردن فکر میکنم روی اشتباه حالا خودمون و نداشتن تمرکز بود، ولی اون چیزی که مسلم بود ما همقسم شده بودیم نیمه دوم با همه وجودمون بریم و جبران کنیم. و خدا رو شکر میکنم که خدا مزد زحمت بچه‌ها رو داد و امیدوارم که این شادی بتونه زمین ساز ان شاءالله یه کار بزرگ باشه. این بازی خیلی تنوع داریم، بازی با سوریه خیلی پاسورمون کوتاه بود، پاسور کوتاه میدادیم و خیلی بازی مستقیمی نداشتیم. اما تو این بازی انگار که ژاپن رو نگاه کرده بودیم دفاعشون مثلا بعضی موقع یه مشکلاتی داره. خب دیگه این بازی خیلی مستقیم بود. آره. به قول این ببین این خب برمیگرده به پلن هر بازی دیگه. ما با توجه به تیم حریفی که آنالیز میکنیم ببینیم که کدوم راه بهتره برای ضربه زدن بهشون. خب با توجه به آنالیزی که کادر فنی کرده بود ما میدونستیم که دفاعشون روی توپایی که پشتشون میفته یکم مشکل دارن و خب دیدیم از اون منطقه هم تونستیم بهشون ضربه بزنیم. خدا رو شکر میکنم حالا انشاءالله توی بازی بعدی هم بتونیم عملکرد خوبی داشته باشیم و نتیجه خوبی. دو تا نوزم که خیلی جالب بود اینه که سه روز پیش شما بازی کردیم و اصلا خریدی رو ندیدیم و اصلا تعویضم نداشتیم. چطور میشه؟ ببین خیلی واقعیتش رو بگم ما دو روز پیش 120 دقیقه بازی کردیم، هر کدوم ما نزدیک 15 کیلومتر دویده بودیم. ولی میگم مون خواستنه توی بچه‌ها بود، اون که با همه وجودمون می‌خواستیم بازی کنیم. من امروز تو واقعیتش رو میگم از خواب بلند شدم اصلا هیچ احساسی از خستگی اینا نداشتم، یعنی از لحاظ ذهنی از لحاظ بدنی انقدر خوب بودم. همه بچه‌ها همین فکر می‌کنم احساسو داشتن و نشون دادیم که اگه بخوایم میتونیم کارهای بزرگ انجام بدیم. الان تایم داریم خدا رو شکر 4 روز و بعد خوب ریکاوری کنیم.